سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در سراسر کشورهای مختلف. خوشبخت هستم که فرصتی داریم امروز با هم راجع به مسائل سیاسی ایران گفتگو بکنیم و همینطور به طور خاص سلام عرض میکنم و درود میفرستم به جوانان ایرانی که در مرحله اخیر نقش بسیار جدی و تعیین کننده ای در فعالیت های سیاسی برای مبارزه با این رژیم ضد بشری به عهده داشتند. به خصوص من میخوام اشاره کنم به نقش این جوانان در گرد همایی ویلپند روز 13 ژوئن امسال 23 خرداد که من از نزدیک خودم شاهده حضور این جوانان بودم و همینطور بعدها از میهمانان غیر ایرانیمون از سراسر دنیا که شرکت کرده بودند شنیدم که در این زمینه میگفتند که امسال شرکت جوانان چشمگیر بوده. این حضور علامت بالندگی و پیشرفت و حرکت رو به جلوی این مقاومت هست، رویان بودن این مقاومت هست و من امیدوار هستم که جوانان ایرانی در هر کجا که هستند، به خصوص اونهایی که در خارج کشور هستند، این نقش فعال خودشون رو برای رسوندن صدای همسن و سالهاشون در داخل ایران هرچه بیشتر و بلندتر بکنند. و امروز من در خدمت شما هستم برای اینکه راجع به مسائل سیاسی ایران صحبت کنیم. اول قدری راجع به شرایط سیاسی در داخل کشور، منطقه و به لحاظ بین‌المللی صحبت می‌کنیم و بعد من در خدمت شما خواهم بود برای پاسخ گفتن به سوالاتتون. من حرف آخر رو به اصطلاح اول می‌زنم، یعنی نتیجه گیری رو که از بحث‌هام می‌خوام بکنم در همین ابتدا درباره رژیم با شما مطرح میکنم و بعد توضیح میدم و البته بعد به سوالات شما جواب خواهم داد. من در یک کلام اگر بخوام ویژگی شرایط فعلی رو تا اونجایی که به رژیم برمیگرده توضیح بدم اینو خواهم گفت. رژیم آخوندی امروز در ماه ژوئیه سال 2015، تیر ماه سال 1394، تفاوتش با سالهای قبل این هستش که در تمامی خطوط استراتژیک مربوط به بقا و زندگی سیاسیش به بن‌بست رسیده. یعنی اینکه در هیچ یک از زمینه‌های استراتژیک راه حلی براش وجود نداره، چه در زمینه اتمی که خواهم گفت، چه در زمینه صدور بنیادگرایی و تروریسم، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه مسائل سیاسی داخل رژیم، راه حلی برای این رژیم وجود نداره. از تمامی این وسایل ماکسیموم استفاده رو کرده و به قول معروف آنچه که یک روزی در واقع عامل بقاش بودن، عامل زنده موندنش بودن، عامل ادامه حاکمیت ننگینش بودند، الان به تناب دار تبدیل شده. راه حل هایی که پیدا میکنه راه حل های بین خوب و بد نیست، بین بد و بدتره. اجازه بدین این نکته رو که اتفاقا در کشورهای غربی به دلیل شرایط متفاوتشون نکته ای که میخوام بگم گاهی از اوقات مشکل
فهمیده میشه با توجه به شرایط میهن ما قدری براتون توضیح بدم. ببینید در خارج کشور به خصوص الان من روی صحبتم با هموطنان و به خصوص جوانانی که در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و تجربه مستقیمی از دیکتاتوری در داخل کشور نداشتند، تو این کشورها قدرت دولت حاکم اینجا تو فرانسه، تو هر کشوری، هر کی از کشورهای دموکراتیک، چه دست چپ چه دست راست چه میانه، خصوصیت اینه: قدرت دولت ناشی از رأی مردمه. یعنی چی؟ یعنی هر 4 سال، هر 5 سال انتخابات وجود داره، مثلا انتخابات ریاست جمهوری. بعد مردم در رأی گیری شرکت میکنن، اون کسی میاد و حاکم میشه، دولت رو تشکیل میده، رئیس جمهور میشه، نخست وزیر میشه، که رأی مردم رو داشته باشه، اکثریت رأی مردم رو داشته باشه. البته اپوزیسیون هم وجود داره، کسایی که موافق نیستند و باید یه دوره تحمل کنن تا انتخابات بعدی. ولی در هر حال یه دولت چرا سر کاره؟ الان اینجا تو دولت، توی فرانسه دولت چرا سر کاره؟ توی انگلیس یه دولت چرا سر کاره؟ علتش این هستش که در آخرین انتخابات رأی مردم رو به دست آورده. اگر در دوره حاکمیت 4 ساله، 5 ساله یا 6 سالش بتونه برنامه های سیاسی، برنامه های اقتصادی، داخلی و بین المللی رو طوری پیش ببره که مسائل جامعه رو تا حدی حل بکنه، ممکنه دوره بعدی هم بهش رأی بدن و اون مجدداً بتونه، اون فرد، اون حزب بتونند همچنان در حاکمیت باقی بمونند. همه دستگاه‌های اجرایی، پلیس، ارتش، همه اینها قدرتشون ناشی از قدرت دولتیه که خود اون دولت پشتش رأی مردم وجود داره. پس قدرت تمامی انستیتوسیون ها، تمامی نهادها ناشی از رأی اکثریت مردمه. باز تکرار میکنم، ممکنه که عده‌ای 40%، 30% موافق نباشند، صبر میکنند تا انتخابات بعدی. ولی در کشورهای دیکتاتوری و امروز در کشور ما ایران که یک فاشیسم مذهبی به معنای واقعی کلمه حاکمه، اولین و پایه‌ترین اصل عبارت است از اینه که مردم این رژیم رو نمیخوان و به همین دلیل قدرت این رژیم روی رأی مردم، حمایت مردم نیست. بحث این نیستش که فردا واقعا در انتخابات مردم شرکت کنن و کسی که رأی میاره حاکم باشه. همونطوری که میدونین انتخابات هم تو این کشورها یک شو، یک نمایش برای اینکه پوشش و ظاهر قانونی بدن بر دیکتاتوری خودشون. اگر اینطور نبود، این همه سرکوب، این همه زندانی برای چه بود؟ همونطوری هم که الان میبینید این رژیم این روزها حاکمه، به دلیل اعدام هایی که میکنه، به دلیل زندان هایی که داره.
به دلیل شکنجه هایی که میکنه. یعنی رژیم های دیکتاتور به خصوص فاشیسم مذهبی که الان تو ایران حاکمه، چون رأی و پشتیبانی مردم رو نداره، چون حاضر نیست که اگر دو سال دیگه، سه سال دیگه در هر انتخاباتی رأی نیاورد کنار بره، متکی بر دستگاه سرکوب خودش، سپاه پاسداران، کمیته ها، ده ها نهاد سرکوب برای لایه های مختلف و اعدام و شکنجه. ولیکن یک نکته بسیار مهم اینه که من میخوام نظر شما رو بهش جلب بکنم. اون نکته این هستش که اگر رژیم‌های دیکتاتور از مردم قدرت نمی‌گیرند، به چی اتکا دارند؟ تکیه‌گاه قدرتشون چیه؟ شما میگین، حتما میگین دستگاه سرکوبشون. ولی همینجا بیستین برای اینکه من حرف‌های بعدیمو خوب بتونم بگم. همین دستگاه سرکوب چرا به خاطر حاکمیت یک نفر یا یک باند حاضر به شرکت در چنین جنایاتیه؟ نمی ترسه؟ همون آدمی که اونجا وایستاده، خامنه‌ای جنایتکار و در نظام دیکتاتوری شاه خائن که اونجا وایستاده بود، این فرد یا باندش به چه دلیل باید یه عده‌ای حاضر بشن به خاطر اونها که هیچی ندارن؟ اگه این نظام سرکوب نباشه هیچی نیستند، این همه جنایت بکنند. به همین دلیل دیکتاتورها همیشه تلاش میکنند برای خودشون یک نقطه اتکا، برای خودشون یک پشتیبان خارج از مملکت داشته باشن. تا دیکتاتور در چشم حتی دستگاه سرکوب خودش اول قوی و قدرتمند دیده بشه به دلیل اون حمایت خارجی. با یه مثال ساده میتونم حرفم رو بهتر توضیح بدم. شاه، خیلی از شماها یادتون نمیاد، خب حاکم بود تو ایران، ساواک ازش حفاظت میکرد، حمایت میکرد، ساواک سرکوب میکرد، ساواک دستگاه جهنمیش شکنجه میکرد، اعدام. ولی ساواک به این دلیل پشت شاه بود که فکر میکرد شاه قویه، چون شاه مورد حمایت آمریکا بود، ساتلیت آمریکا بود. به همین دلیل در سالهای قبل از 1979، 76، 77 وقتی که جیمی کارتر اعلام کرد که دیگه از سیاست سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران حمایت نمی‌کنه، ساواک شاه فهمید که دیگه شاه برای سرکوب پشتیبان نداره و به همین دلیل دیسمنتل شد، به قول این فرانسوی ها دمانتوله شد، متلاشی شد. ما از همون توی زندان یهو دیدیم ساواک شروع کرد به وارفتن و بعد هم دیگه رژیم شاه نتونست بر جامعه حاکم بشه، چون حتی ارتش هم با نظام پلیسی اداره می شد و در نتیجه شاه سرنگون شد. آخوندها که اومدن سر کار از این تجربه استفاده کردند.
و تصمیم گرفتند خودشون برای خودشون، برای اینکه بتونن سرکوب بکنن در داخل کشور، اهرم‌های قدرتی رو به وجود بیارن که با اونها بتونن خودشون رو قدرتمند جلوه بدن. چون آخوندها خوب میدونستند که آمدند برای اینکه تا آخرین ثانیه‌ای که میتونند به هر قیمت سر کار بمونند، چون میدونستند انقدر مرتجع، انقدر عقب افتاده، انقدر ضد تاریخی هستند و با شرایط قرن بیستم و بیست و یکم نمیخونند که بعد از درخشیدن اولیه در نتیجه سرنگونی شاه، در اولین انتخابات یا دومین انتخابات باید برن سر کار خودشون، سر جای خودشون، یعنی از صحنه سیاسی خارج بشند. و به همین دلیل از همون اول بساط دیکتاتوری و سرکوب رو پهن کردن. سپاه پاسداران در همون اولین ماهای سر کار اومدن خمینی تأسیس شد که هدفش شناسایی مخالفین به طور رسمی و سرکوب اونها بود و شروع کرد. همونطور که میدونین مثلا ما مجاهدین از همون اولین روزهای سرکار اومدن خمینی دفاترمون در شهرهای مختلف، چون شاه رفته بود و همه کار علنی میکردند، مورد حمله و هجوم چماقدارای رژیم و بعدم کمیته های سرکوب و بعدم سپاه پاسداران بود. دستگیری ها و کشتار. شما حتما میدونین که حتی قبل از آغاز مقاومت مسلحانه مردم ایران در سال 1360، خرداد 1360، یعنی ژوئن 1981، ده‌ها نفر از اعضای مجاهدین به شهادت رسیدن به دست رژیم، صدها نفر مجروح شدند و هزاران نفر زندانی، از همون به اصطلاح فاز سیاسی و دوران کار مسالمت آمیز. خب به این دلیل خمینی مطرح کرد شعار اصلی خودشو در رابطه با سیاست خارجی، قدس از طریق کربلا. یعنی اینکه خمینی از همون اول طراحیش این بود که برای ادامه حاکمیت بنیادگرایی، برای حاکمیت بنیادگرایی امپراتوری اسلامی به وجود بیاره، به اصطلاح اسلامی، چون میدونستش که قوی ترین سلاحش همین به اصطلاح اسلام ارتجاعی خودشه. قدس از طریق کربلا، یعنی عراق، اولین هدف برای اشغال، اشغال بنیادگرایانه و به وجود آوردن یک حاکمیت بنیادگرا فاشیستی و مذهبی در این هم کشور همسایه، تا ولی فقیه و دستگاه ولایت فقیه خودش رو به دلیل داشتن عراق توی مشت خودش قوی نشون بده. و این همون سیاستیه که ادامه پیدا کرده و الان شما جلوی خودتون میبینین. چرا رژیم ایران وقتی مردم ایران نون ندارن بخورند، بشار اسد دشمن مردم سوریه رو با میلیاردها دلار تلاش میکنه سر کار نگه داره؟ تو سوریه چه کار داری؟ تو در اندرون چه کردی که برون خانه آیی؟ تو که تو داخل ایران چه دست گلی به آب دادی که حالا میری سراغ عراق و سوریه و لبنان و بعد یمن؟ اینجا اون نقطه ظریف و مهم و دقیقیه که میخوام انگوش بذارم. آخوندها از اونجایی که در داخل رأی ندارند و مردم ازشون متنفرند به دلیل کارکردهاشون،
صد بار صدها بار بیش از رژیم شاه متنفرن ازش، فقط با دستگاه سرکوب حاکمه و سلام، بقیهش حرفه. ولی دستگاه سرکوب اگر دیکتاتوری قدرتی خارج ایران نداشته باشه که با اون خودش قدرتمند نشون بده، کار نمیکنه، متلاشی میشه، حاضر نیست وایس شکنجه بکنه به خاطر آخوند پیزوری که فردا رفتنیه. به این دلیل همینجا نکته باریکتر از مو و بسیار حساس و دقیقه. آخوندها به دلیل ضعفشون به توسعه طلبی احتیاج دارن، نه به دلیل اینکه قدرتشون زیاده. چون ضعیفن، چون در داخل قدرت ندارند، باید برای خودشون یه قدرتی در خارج ایران دست و پا کنند و الا میفتن و الا دستگاه سرکوبشون کار نمیکنه، دستگاه جنایتشون کار نمیکنه. کسی برای پول تنها، برای ولی فقیهی که آفتاب عمرش در حال غروب کردن هستش و ضعیفه، نمیاد جنایت بکنه، چون فکر خودشه. اینو زمان شاه به خوبی از نزدیک دیدیم. به این دلیله که وقتی جنگ ایران عراق شروع شد، خمینی گور به گور شده گفت نعمت الهیه. چرا؟ چون بهانه بسیار خوبی پیدا کرده بود برای اینکه شروع کنه به اشغال عراق، اشغال بیان شده یا بیان نشده. و به این دلیله که الان ما میبینیم خطوط استراتژیک رژیم رو در داخل سرکوب مطلق خطشه، ولی این سرکوب نیازمند نقطه اتکا و قدرت در خارج کشور داره. وقتی من در شروع صحبتم گفتم رژیم در تمامی خطوط استراتژیک بقا، یعنی زنده موندن و ادامه حیات سیاسی خودش در بن‌بست هست، معنا و مفهومش اینه که بعد از جنگ ایران عراق، وقتی رژیم دیگه نتونست به دلیل حضور ارتش آزادی بخش و شعار بعد از مهران نوبت تهران هست و استقبالی که مردم از ارتش آزادی بخش کردند و بعد از شعار صلح شورای ملی مقاومت که رژیم قدرت بسیجش رو برای ریختن مردم ایران و جوانها و دانش آموزها در میدان مین از دست داد، خمینی مجبور شد آتش بس رو، نه صلح رو، هیچ وقت صلح رو نپذیرفت، آتش بس رو در جنگ ایران عراق بپذیره. از همونجا رژیم برای بقای خودش به یک سراغ یک اهرم قدرت دیگه ای رفت، داشتن سلاح اتمی، که البته ظاهرش اینه که کشورهای خارجی رو تهدید میکنه، قدرت نمایی خارجی. من جمله وقتی احمدی نژاد میاد میگه اسرائیل رو از نقشه جهانی حذف کنیم، به چی مینازه، به چی در واقع داره اشاره میکنه؟ به داشتن سلاح اتمی که داشتن میساختند. بنابراین الان اگر شما میبینید علارغم تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی در داخل کشور، خامنه ای خیلی وقتا توی سخنرانیهاش مزخرف میگه و فقط نشون میده در بن‌بسته، علتش چیزی جز این نیست که نمیتونه از بمب‌سازی دست بکشه از یک طرف، از طرف دیگه چون سیاست بمب‌سازیش لو رفته، افشا شده،
جامعه بین المللی یقش رو گرفته، با تحریم ها، با بایکوت های اقتصادی و رژیم در امپاس و در بنبست افتاده. خامنه ای اگر بپذیره شرایطی رو که جهان ازش میخواد برای کنار گذاشتن سلاح اتمی، قدرتش از دست میده. دیگه خامنه ای قبل از امضای قرارداد نیست، هر کی هم میخواد بره امضا بکنه، همه میدونن که ولی فقیه این رژیم کی هست. اگه امضا نکنه بازم در بنبسته. به چه دلیل در بنبسته؟ به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، زندگی مردم بسیار بده، تهدید خیزش ها وجود داره. و از اون طرف آخه این ولی فقیه بدبخت برای اداره جنگ هایی که در سوریه و یمن و عراق و مخارجی که برای حزب الله میکنه و اخیراً که پاش رو توی بحرین هم کرده، نیازمند پوله. از کجا بیاد این پول؟ برای اداره جنگ و ادامه دادن پول بشکه های انفجاری رو که بشار الاسد رو سر مردم میندازه تو سوریه به پول احتیاج داره؟ برای این کار باید قرارداد اتمی رو امضا کنه، بمب‌سازی رو بذاره کنار. ولی از طرف دیگه این علامت شکستن قدرت ولی فقیه اگه امضا کنه. به همین دلیل بود که در شروع گفتم رژیم بین خوب و بد مخیر نیست، بین بد و بدتر مخیره. آنچه که در زمینه اتمی انجام داده دیگه قابل ادامه دادن نیست. بازیاش همش سوخته. مذاکره برای مذاکره سوخته. دنیا دستشو در نتیجه افشاگری های ما خونده. من جمله آخرین افشاگریمون در رابطه با کره شمالی. جهان یقین کرده که این رژیم دنبال بمب‌سازیه و نتیجتاً ازش میخواند که بتونند با دست باز هر جا رو که خواستند اگر قرارداد امضا میکنه بازدید کنند یا با متخصصین اتمیش گفتگو کنند. بنا به این دلایل رژیم چون نمیخواد در واقع لااقل به لحاظ سیاسی بپذیره که بمب‌سازی رو کنار گذاشته، اگه خامنه ای وایستاده روی این که نمیذاریم بیان مراکز نظامی رو بازدید کنند، هیچ علتی نداره. مزخرف دلایلی که میاره. نمیخواد به طور قاطع بپذیره که بمب‌سازی رو گذاشته کنار. ولی همونطور که گفتم این نتایج خاص خودش رو برای رژیم داره. بنابراین رژیم این روزها در بنبسته، در سوریه در حال شکسته. بشار الاسد الان طبق اطلاعات رسیده رژیم بهش توصیه میکنه که از دمشق فعلا دفاع بکنه. در عراق مالکی مهره اصلی رژیم مجبور شد نخست وزیری رو ترک بکنه. در یمن بعد از شکل‌گیری ائتلاف کشورهای منطقه جلوی پیشرفت نقشه‌های رژیم گرفته شد. رژیم هیچ برگی برای بازی کردن تو این زمین‌ها نداره. روی این حساب در صحنه منطقه‌ای و در صحنه بین‌المللی اتمی و صدور به اصطلاح انقلاب یعنی ارتجاع و تروریسم در بنبست، در داخل
خود رژیمی ها اعتراف میکنند، خود روحانی رئیس جمهور ارتجا و رژیم آمده اعتراف میکنه که به لحاظ اقتصادی اندامواره های رژیم دارن سیاه میشن، فاسد میشن، عفونت میگیرتشون، ممکنه مجبور شن قطع کنند. خودش میاد میگه مردم و تحریم ها نون آب مردمو ازشون گرفتن، خود رژیم داره میگه. به لحاظ اجتماعی هم که میبینید روزی نیست که لایه‌ای و قشری و طبقه‌ای و سندیکایی در داخل کشور وارد تظاهرات به خاطر مینیموم های زندگی مثل آب، نون و حداقل دستمزدها نشن، بیکاری بیداد میکنه بنا به ارقامی که رژیم داده. چه تحصیل کرده ها، چه اونهایی که از روستاها میان به شهرها، بیکاری بیداد میکنه. نتیجتا خب رژیم در تمامی زمینه ها در بنبسته. یک امید داشت، فکر میکرد قادر خواهد بود در سال 1392 یعنی سال 2013 مقاومت رو کمرشکن بکنه، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ سیاسی، که موفق نشد این کار رو بکنه. خوشبختانه نتونست توطئه های خودش رو برای نابودی لیبرتی پیش ببره، نتونست آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو بهش صدمه بزنه، بلکه برعکس در گردهمایی اخیر در 13 جوان در ویلپند مشخص شد که این آلترناتیو، این مقاومت و جایگزین رژیم در موقعیت سیاسی و اجتماعی بسیار قوی هستش، حمایت گسترده بین المللی داره، جبهه‌ای از شخصیت‌های آزادیخواه، مدافع حقوق بشر، چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد کشورهای مختلف آمریکا، کانادا و اروپایی و به خصوص کشورهای عربی حاضر شدند و جمعیت انبوه و کثیر که بسیاری از رسانه ها 100,000 و بیش از 100,000 عدد رو اعلام کردند، حاضر شدند در اونجا در یک گردهمایی چندین ساعته و مشخص شد که اگر جایی سرکوب آخوندها نباشه حمایت چقدر از این مقاومت. درست به همین دلیل هم این رژیم یک روز نمیتونه، یک ساعت نمیتونه در داخل کشور مینیموم آزادی رو بده، چون همان دادن یک ساعت آزادی، یک روز آزادی و پایان حاکمیت آخوندها، همان مردم رژیمشو جر میدن. خوشبختانه مقاومت مردم ایران موفق شد تا قبل از این گردهمایی 13 جوان 23 خرداد موفق شده بود به جهان نشون بده که این رژیم پشت اکثریت بحران‌های منطقه‌ای و بسیاری مشکلات جهانی هستش. عاملش اونه، آخوندان. به خصوص دنیای کشورهای عربی و مسلمان خیلی خوب اینو امروز فهمیدن. کدوم سوریه‌ای که ندونه امروز داره با خامنه‌ای می‌جنگه؟ کدوم سوریه آزادی‌خواه اینو نمی‌دونه؟ البته بشار اسد خودش هم خوب میدونه که خامنه‌ای ولش کنه به سرعت مردم سوریه جاروش میکنن. در عراق مالکی مگه نمیدونست و میدونه همه به اصطلاح میلیشیاها
و دیگران که رژیم پشتشه. و یمن حوثی ها که چیزی نبودند، رژیم اونها رو به نقطه فعلی رسوند. خب این مجموعه نشون میده جهان و در مسئله اتمی متوجه شده که این آخوندها هستند که پشت مشکلات منطقی و در داخل ایران و جهانی هستند، بسیاری از مشکلات جهانی. ما در گرد همایی اخیر در 13 ژوئن گام بسیار بلندی به پیش برداشتیم، عبارت بود از این که مطرح کردیم راه حل وجود داره. این قدم چرا مهمه؟ به این دلیل که رژیم وقتی میخواست در سال 92 یعنی 2013 مقاومت رو کمر شکن بکنه، میخواست به جهان به طور عملی بگه ببینید در رابطه با ایران دو راه وجود داره، دو ریسک، دو راه خطرناک: پذیرفتن آخوندهای حاکم یعنی ولی فقیه و باندش و همه آخوندهای جنایتکاری که الان تو ایران حاکمن از دم، یکی این، اگر نه باید وارد یک جنگ خارجی بشید یعنی اشغال ایران، چیزی که رژیم خیلی خوب میدونه لااقل امروز دنیا در صددش نیست، البته ما هم باش مخالفیم. رژیم میخواد بگه یکی از این دو ریسک رو باید پذیرفت و فکر میکنه که چون دنیا نمیخواد ریسک ورود در یک جنگ جدید در منطقه رو بپذیره، با خودش حساب کرده بود که اگر مقاومت نباشه اون قادر خواهد بود خودش رو به عنوان یک واقعیت به جهان تحمیل کنه. ما در این گرد همایی موفق شدیم به جهان بگیم که مخیر بین دو ریسک نیست، ریسک آخوندهای حاکم که منشأ تمام این مشکلات هستند و یک جنگ خارجی. راه حل سوم وجود داره، همونی که رئیس جمهور مقاومت از سال 2004 اعلام کرده: سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتش. و خوشبختانه این موضوع در جهان انعکاس بسیار زیادی پیدا کرد در رسانه ها. ما از قبل گفته بودیم، برادرم بهنام در این کتاب 24 سال قبل اسلامیک فاندامنتالیزم The New Global Threat، بنیادگرای اسلامی، تهدید جدید جهانی. اون موقع ما گفته بودیم که این یک تهدید جهانی هستش، ولی تو این گرد همایی نظر جهان جلب شد به سمت راه حل و من الان اینجا با خودم یک نسخه از واشنگتن تایمز رو دارم که عکس خواهر مریم رو انداخته به عنوان چهره اپوزیسیون ایران و برنامه های خواهر مریم رو نوشته و همینطور در زمینه‌ای که این روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده همراه با این شماره به تفصیل درباره گرد همایی ویلپند با عکس و تفصیلات توضیحات داده و در همین مجموعه برنامه آلترناتیو رو برای ایران آینده ذکر کرده. ما موفق شدیم این گام بلند رو به جلو برداریم در این گرد همایی. البته لازم یادآوری کنم
که در دنیای سیاست قدرت حرف میزنه. قدرت حرف میزنه یعنی شما وقتی نشون بدین قدرت دارین به عنوان راه حل موضوعیت پیدا میکنید. نه صرف تئوریتون. چقدر حمایت در سطح جهانی دارید؟ چقدر از این برنامه شما حمایت انجام میگیره؟ به این ترتیب ما موفق شدیم این گام رو به جلو برداریم و الان ما دوره بعد از گرد همایی 13 جوان ویلپنت رو شروع کردیم و کار و وظیفه تک تک ما به عنوان ایرانی های خواستار دموکراسی در کشورمون و البته هر کسی در سطح جهانی که بخواد که ایران از قلب تروریسمی که به دلیل حاکمیت آخوندها الان تبدیل شده به مدلی برای صلح و دموکراسی در منطقه تبدیل بشه، بایستی از این هدف و از این برنامه حمایت بکنه همونطوری که میکنند. و من خوشوقتم به شما گزارش بدم که در روزهای بعد از 13 جوان با گرد همایی هایی که بوده، جلساتی که بوده و در اون کشورها نمایندگان پارلمان ها و دولت ها و مردم کشورهای مختلف عربی و اسلامی و کشورهای منطقه ما از پاکستان و دیگر کشورها و ترکیه شرکت کرده بودند، خوشبختانه من از نزدیک دیدم که چه اقبال و استقبال جدی از این راه حل، راه حلی که خواهر مریم ارائه کردند که یک راه حل سیاسی و در این حال فرهنگی هست، چه استقبالی به عمل آمده و میاد که من فکر بکنم این زامنه صلح و ثبات و دموکراسی برای ایران آینده ماست. من معذرت میخوام که صحبتام کمی طول کشید. الان در خدمت شما و مجری برنامه هستم برای اینکه اگر سوالاتی هست به این سوالات جواب بدم. با تشکر از شما آقای مهدی ابریشمچی برای شرکت در برنامه پرسش و پاسخ امروز ما. قبل از اینکه به سوالاتمون بپردازیم باید بگم که آقای مهدی ابریشمچی مسئول کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران هستند و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران رو در این شورا نمایندگی میکنند. سوال اولم این هست که شما اشاره کردید که این رژیم در شرایط بنبست قرار داره. این رژیم از ابتدای روی کار آمدن با شرایط بحرانی مختلفی روبرو بوده. آیا بنبست کنونی با بحرانهایی که قبلا با اون روبرو بوده متفاوته و تفاوت اون چیست؟ سوال بسیار خوبیه. بله شما درست میگین. این رژیم به دلیل ضد تاریخی بودن، به دلیل اینکه رژیمی مثل اگه بخوام تشبیه کنم یه دایناسور که در یک دنیای متمدن فرود آمده، رفتار خودش و دم و دنبالچه‌هاش مثل داعش و بوکو حرام و دیگرانم تو این دنیای مدرن قرن 21 واضح و روشن هست که جز کشتار زبانی ندارند، مثل خود این رژیم از ابتدا در بنبست تاریخی بوده. یعنی مشکلاتش راه حل نداشته، تنها راه حل این بوده که بره، چون طبیعت آخوند که ایدئولوژیش، اندیشش، سیاستش، همه چیزش از قرون وسطا آمده به درد این قرن اصلا نمیخوره، مسئله نمیتونه حل کنه. مثل اون نیروهایی که در اروپا در قرون وسطا رفتن کنار،
ولی با این حال برای مشکلاتش راه حل هایی وجود داشت. مثال میزنم، مثلا رژیم برای حل مسائل سیاسی داخل خودش در رابطه با مردم که همونطور که گفتم سرکوب میکنه. از روز اول شروع کرد تمام مخالفین داخل رژیم خودشو به خراطی کردن، یعنی به بریدن، یعنی به دور انداختن. اولین نخست وزیر خودش رو، مهندس مهدی بازرگان رو و نهضت آزادی رو اول کنار گذاشت. در سال 1988 یعنی در همین دورانهای قتل عام ها که منتظری یک نامه مخالفت جانشینش نوشت، منتظری رو کنار گذاشت. همینطور شروع کرد به خراطی کردن و بریدن و تراشیدن رژیمش تا رسید به احمدی نژاد. احمدی نژاد دیگه خودش به قول ما گماشته ولی فقیه بود، خودش بود. فقط تنها چیزی که داشت آمده بود گماشتگی ولی فقیه، گماشته به معنای برده. اصلا یه آدم مسخره دیگه. بالاتر از آوردن رئیس جمهوری توسط ولی فقیه هموژنتر، هماهنگتر با ولی فقیه از احمدی نژاد که نیست، این خط به ته رسید. احمدی نژاد خودش در دوره دوم ریاست جمهوریش شروع کرد به مخالف خونی و بعد بنبست رژیم در این کار در قیام های سال 2009 خودشو نشون داد، وقتی که مردم با استفاده از کوچکترین شکافی که در انتخابات بین اون کاندیداها و کاندید ولی فقیه به وجود اومده بود، یعنی احمدی نژاد، به خیابون ها ریختند. نتیجتا خامنه ای خوب فهمید از این بازی ها نمیتونه بکنه. نتیجهش چی شد؟ در آخرین انتخابات مجبور شد تن بده به روحانی. روحانی رئیس جمهور مطلوبش نبود، اون دنبال اون جلیلی بود، خامنه ای دنبال جلیلی بود. چرا؟ چون فکر میکرد اگر رقابت بیفته بین این دوتا و بکشه به مراحل بعدی انتخابات، دوباره مردم میریزن تو خیابونا و رژیمش رو جارو میکنند. این بنبسته، چنین بازی دیگه وجود نداره. یعنی این رژیم نمیتونه با حذف روحانی فردا مسئله حل کنه، حذف کنه بدتر میشه. بازی بنی صدر رو نمیتونه با روحانی بکنه. نه اینکه چون روحانی طرفدار داره، نه، به دلیل اینکه این راه تو بمبست. بازی اتمی، همونطور که گفتم رژیم سالهای طولانی با اتمی کشید ولی رسیده به ته. دیگه یقش رو گرفتن، میگن ببین یا آره یا نه. این دیگه بحرانی نیست که رژیم بتونه دور بزنه. مشکلاتش توی سوریه و تو عراق هم همینطور، مشکلات اقتصادیش هم همینطوره. حتی اگر بایکوت ها و تحریم ها با امضای توافقنامه اتمی بشکنه، مسئله جدی از رژیم حل نمیکنه، چون استراکچر اقتصادی رژیم درب و داغون تر از این حرفاست. فقط یک فرصت کوتاه، ممکنه امکان کوتاه برای اینکه کمی رژیم به برخی مسائل برسه بده، که اون هم راه حل نیست، به خصوص که یک جنگ، چند جنگ رو دستشه و اولین پولی که رژیم گیرش بیاد قطعا تو سوریه و عراق و یمن خواهد ریخت. شما به خوبی اشاره کردید که به درستی اشاره کردید که رژیم به خاطر ماهیت ضد تاریخیش اساسا در بنبسته و همینطور که وضعیت بدتر شده، ولی سوال اینه که رژیم چقدر میتونه وضعیت کنونی رو کش بده؟ آیا میتونه این رو برای مدت زیادی کش بده؟ هرگز نخواهد تونست. از جدیترین مسئلهش مثل اتمی شروع کنید، از سوریه شروع کنید. ببینید، من اشاره برمیگردونم شما رو به حرفی که اول زدم.
من این اتفاقا اون توضیح رو در شروع صحبت به این دلیل دادم. این رژیم به دلیل اینکه زور تو بازوش زیاد داره و قدرت داره دنبال توسعه طلبی نیست. این پارادوکس فهم رژیمه. تجاوزگری رژیم، حضور آدمکش سلیمانی، قاتل سلیمانی در عراق و سوریه و اینکه پاسدارای رژیم اینور اونور می‌جنگن، این چیزی نیستش که ناشی از قدرت رژیم باشه. امروز سران رژیم، سران سپاه اعتراف کردند، رسما تو روزنامه‌ها نوشته شد، وقتی که تشییع جنازه به اصطلاح یکی از این مزدورا بود، که اگر ما امروز در دمشق و در عراق و اینور اونور نجنگیم، فردا مجبوریم بیایم توی اصفهان و تهران بجنگیم. چرا؟ چون میدونن که اگر اون جنگ‌ها رو نداشته باشند توان سرکوب در داخل ندارند و با قیام مردم روبرو خواهند بود. بنابراین رژیم قادر به حل طولانی مدت، هیچ راه حلی تو هیچ زمینه نداره. تو سوریه میخواد چه کار کنه؟ تو اتمی میخواد چه برگی رو کنه؟ تو عراق چه برگ جدیدی داره؟ تو یمن چه کار میخواد بکنه؟ پیشرفتی وجود نداره. بنابراین نه، فقط شما بدونین این شکست ها در این زمینه ها اون روی سکش از دست رفتن قدرت رژیم برای کنترل داخل کشور، همونطوری که مثال زدم، یعنی دستگاه سرکوبش بدون این وسایل سرکوب، وسایل صدور بنیادگرایی و تروریسم به خارج کار نمی‌کنه. بله، در رابطه با بنبستی که رژیم اکنون باش روبرو هستش، مقاومت چه نقشی داشته و مشخصاً برگزاری گرد همایی های مانند 23 خرداد یا 13 جوان در این رابطه چه تأثیر داشته و خواهد داشت؟ مقاومت مهمترین عاملی بوده، تعیین کننده ترین عاملی بوده که رژیم رو به همین نقطه رسونده. اولا در تمامی زمینه ها، در جنگ ایران و عراق اگر شما نقش مقاومت رو حذف کنید و از کاملا فرق میکنه. شعار صلح بودن ارتش صلح و آزادی در عراق، ارتش آزادی بخش ملی ایران، آزادسازی مهران که هشداری بود برای خامنه ای که اگر جنگ رو ادامه بدی در تهران با ارتش آزادی بخش روبرو خواهی بود. ولیکن این تنها زمینه نبود. در اتمی همینطور افشاگری های ما بود که امروز تمام روزنامه ها، بسیار از رسانه ها نوشتن دست رژیم رو کرد. ولی در رابطه با گرد همایی ویلپند، ببینید، همونطوری که گفتم، آنچه که جهان رو برمی انگیزه برای فشار به رژیم، من جمله در میزه اتمی، رژیم نمیتونه با این کارت بازی کنه که یا من یا حمله نظامی به ایران. به طور متقابل واضح و روشن، درست در همون ماه جوان که آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مقاومت مردم ایران و رئیس جمهورش مریم رجوی اونجا هستند، در یک جلسه ای با اینقدر جمعیت، بیش از 100 هزار جمعیت و این همه حمایت، بنابراین چنین آلترناتیوی هست و جهان مجبور نیست به تو تن بده که انهو مردم و مقاومت سر میز مذاکره اتمی حضور داشتند. سوال دریافت کردیم که آقای حنیف سوال کردن که چرا غرب به ایران، به رژیم ایران اجازه صدور بنیادگرایی میده؟ عرض کنم که به نظر من این سوال بسیار خوبیه. ممکنه که غرب بگه و این مهم نیست سیاست که دلش میخواد یا نمیخواد، موضعش این باشه که با صدور بنیادگرایی موافق نیست، ولیکن هیچ وقت به قول معروف ضرب المثل فارسی نمیشه که با یک دست دوتا هندونه برداشت. یعنی غرب نمیتونه هم سیاست مماشات داشته باشه،
با رژیم، اپیزمنت، و در این حال از صدور بنیادگرایی و تروریسم به خارج از ایران ممانعت بکنه، چون این سیاست آکتیویه که رژیم پیش میگیره. البته به نظر من در این زمینه اشتباهات بسیار خطرناکی از طرف غرب و به خصوص آمریکا انجام گرفته. ببینید، اشغال عراق که خودش یک اشتباه بسیار بسیار فاحش بود، بعد از اشغال عراق، بازگذاشتن درهای عراق به روی رژیم، خلع سلاح مجاهدین، بمباران کردن قرارگاه‌های مجاهدین توسط ائتلاف، نیروهای آمریکایی که مانع و سد اصلی رو در عراق از مقابل رژیم برداشت، اینا اشتباهات فاحشی بود. یک، چرا؟ به دلیل اینکه آنچه که آمریکا اونجا کرد ادامه خطرناک همون سیاست مماشات یعنی همکاری با رژیم در منطقه بود. در زمینه اتمی همینطور، سالهای متمادی ما فریاد زدیم، افشاگری کردیم، این مقاومت افشاگری کرد، بسیار دیر گوش کردند به این حرف. چرا؟ به دلیل اینکه میدونستند که اگر اعتراف کنند که رژیم در حال ساختن بمب اتمی، این با سیاست اپیزمنت، با سیاست مماشات تناقض داره و یا یک کار بسیار خطرناک دیگه که انجام دادند، گذاشتن نام نیروی اپوزیسیون اصلی آخوندها یعنی مجاهدین توسط آمریکا و بعد اروپا و انگلیس در لیست تروریستی. چه کادو و هدیه‌ای بهتر از این میشد به آخوندها تقدیم کرد که شما دست و پای آلترناتیو و اپوزیسیون این رژیم رو به زنجیر بکنید و این مقاومت 15 سال انرژی هاش صرف خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی بشه. بنابراین در یک کلام جواب شما این هستش که اگر غرب جدی باشه در اینکه نمیخواد رژیم بتونه بنیادگرایی رو به خارج از ایران صادر کنه، باید سیاست مماشات رو قطع کنه و برعکس به جای حمایت از رژیم ضد بشری حاکم بر ایران، از آلترناتیو اون، از اپوزیسیون اون، اپوزیسیون دموکراتیکش، از مجاهدین، از شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور اون حمایت بکنه. این سیاسته که جدی میکنه، و الا نوشتن چند مقاله در مخالفت با صدور تروریسم هیچ مسئله حل نمیکنه. خانم لیلا سوال کردن که وضعیت لیبرتی در این کمپ لیبرتی و اونجایی که رزمندگان آزادی قرار دارن در این شرایط چیست؟ طبعا اگر که من بخوام از پایه به این سوال شما جواب بدم، همونطوری که میدونین مقاومت ایران قبل از هر کسی مستمرن راجع به حفاظت لیبرتی و قبلا اشرف هشدار داده بود و به خصوص وقتی که زیر فشارهای رژیم و همین سیاست مماشات آمریکایی و کوپلر که یادتون هست، اشرفی ها مجبور به پذیرش انتقال به لیبرتی شدند، همون موقع چندین راه حل برای بازسکان اشرفی هایی که به لیبرتی رفتند به مناطق مختلف من جمله اردن، حتی با دادن یک زمین خالی و آب که بتونن از صفر اونجا قرارگاه خودشون رو بسازند پیشنهاد شد، ولی باز هم متاسفانه به دلیل همین سیاست مماشات و سازش غرب با آخوندها و ممانعی که آخوندها همه جا تو این زمینه
روی زمین گذاشتند این طرح پیش نرفت. چرا؟ چون آخوندها از مجاهدین و از اشرفی ها و از ساکنین لیبرتی میترسن، به دلایلی که گفتم، چون میدونن اگه مقاومت باشه همه مسائل صورت مسئله فرق خواهد کرد. ولی به همین دلیل اونا هم فشار میارن رو سایر دولت ها که از پذیرش افراد اشرفی در لیبرتی در کشورهای خودشون جلوگیری بکنن. از دولت ها اینو میخوان، میگن ویلا تمام مذاکراتمون خراب میشه. و به همین دلیل شما میبینین خیلی از اشرفی کسان که در لیبرتی هم پناهندن در کشورهای دیگه. از طرف دیگه خود لیبرتی رو از طریق مزدورانشون فالح فیاض و اون آدم کشایی که گذاشتن پشت در لیبرتی تبدیل میکنن به زندان. چرا؟ چون از نظر آخوندها تنها در دو حالت مجاهد و اشرفی قابل قبوله، یا شهید بشه یا تسلیم بشه و برگرده ایران، چون میترسن از اشرفی ها، از قهرمانان اشرفی، چون میدونن که اونها زانو بزن در مقابل زور و دیکتاتوری نیستند. خب به این ترتیب الان لیبرتی اونجا هست. خوشبختانه محل فعلی لیبرتی نزدیکی فرودگاه بغداد هستش و در منطقه‌ای هستش که آخرین جاییه که تهدیدهایی که در عراق وجود داره بهش نزدیک میشه. از اون گذشته نخست وزیر فعلی عراق به اندازه مالکی نفر رژیم نیست و در نتیجه همونطور که شما میبینین ماه هاست که حمله مستقیم موشکی به لیبرتی قطع شده. سیاست رسمیش برعکس مالکی سیاست حمله مستقیم به لیبرتی نیست. البته این معناش این نیست که خطری نباشه. رژیم الان داره با فشارهای انسانی شرایط رو در لیبرتی تنگ میکنه تا اونجایی که بتونه محاصره رو. و همینطور اخیراً حتما در اطلاعی های شورای ملی مقاومت دیدین که باز هم با فرستادن مزدوران به اصطلاح انجمن نجات تحت نام خانواده به دوربر لیبرتی نوع جدیدی از آنچه رو که در اشرف کرده میخواد اونجا تکرار بکنه، که در صحنه بین‌المللی ما داریم بسیج گسترده‌ای رو برای برداشتن این فشار از روی لیبرتی پیش میبریم. با تشکر. آقای احسان سوال کردن که بهترین راه برای مقابله با بنیادگرایی در که خاورمیانه و جهان الان باش روبرو هست چیست؟ اگر بخوام در یک کلام پاسخ بدم، همونطوری که در شعارهای اصلی گردهمایی ویلپند بود، تنها راه جدی عبارت است از سرنگون کردن رژیم آخوندها و سرکار آمدن یک حاکمیت و آلترناتیو دموکراتیک ملی و مردمی. ولی خوشبختانه این مقاومت علاوه بر اینکه این راه استراتژیک رو داره و با تأسیس شورای ملی مقاومت از همون سال 1360 توسط برادرمون مسعود که خدا هر جا از حفظش بکنه ان شاء الله، فکر این قضیه شد و برعکس بسیاری از جنبش هایی که در منطقه شما میبینید، خوشبختانه مقاومت مردم ایران آلترناتیوی رو از آن خودش داره، آلترناتیو سیاسی که امروز شناخته شده است و من میتونم بگم که این یک راه حل در مقابل رفتن رژیم. ولی بازم خوشوقتم که بگم علاوه بر این آلترناتیو سیاسی، بلافاصله بعدش خوشبختانه مجاهدینی هستند که معرفی میکنند اسلام دموکراتیک رو، اسلامی که 180 درجه با اون چیزی که آخوندها و داعش و بوکو حرام و تمام دم و دنبالچه های ولایت فقیه و خلافت و غیر و ذالک این روزها اعلام میکنند،
180 درجه با حرفهای اونا متفاوته. اونها جبر و اجبار و جنگ و شکنجه و کشتار رو برای پیشرفته اون اسلام به اصطلاح اسلام خودشون دارند، در حالی که اینور فقط و فقط برای پیشرفت اسلام دموکراتیک پافشاری بر آزادی رو به عنوان راه حل مطرح میکنند و این اون چیزیه که رئیس جمهور مقاومت مطرح کرده و معرفی میکنه و مستمرن من جمله در صحبت هایی که در ویلپند داشتند و بعدش هم داشتند در گرد همایی خواهران و برادران اون از کشورهای مختلف منطقه گفتند، همیشه تاکید کرده بر این اسلام متفاوت 180 درجه، اسلام دموکراتیک، اسلامی با برنامه 10 ماده‌ای که با برنامه‌ای که خواهر مریم در صحبت‌های خودشون مشخصاتش رو مطرح کردن که الان من نمیخوام وارد جزئیات بشم، اسلامی که برابری زن و مرد رو قبول داره، اسلامی که به آزادی اعتقاد داره، اسلامی که از زور استفاده نمی‌کنه، اسلامی که به انتخاب افراد و آزادی پوشش و حجاب احترام میذاره، 180 درجه مخالف اون. به این ترتیب این راه حل مادیه و در دسترس، نفیش سرنگونی رژیم، اثباتش این آلترناتیو. بله، با تشکر از شما. همونطور که اطلاع دارید یکی از ویژگی های برجسته گرد همایی 23 خرداد شرکت گسترده جوانان ایرانی و نقشی بود که اونها در این رابطه داشتند. میخواستم از شما سوال کنم که اگه شما پیامی برای این جوانان که به خصوص در خارج از ایران هستند چی هست و اونها چه نقشی در تسریع تحولات و رهایی هرچه سریعتر مردم ایران میتونن داشته باشن؟ بله، اجازه بدید من اینجا واقعا این خواهران و برادران عزیزم، جوانانی رو که در خارج کشور، در کشورهای مختلف اروپایی، کانادایی، آمریکا، استرالیا، هر جا که هستند، کشورهای دیگه در منطقه خودمون مخاطب قرار بدم. به دلیل پیشرفت فرهنگ و دستگاه‌های ارتباطی این روزها از شاخص‌های قدرت کمی و کیفی یک مقاومت درصد مشارکت جوانان در اون هست، چرا که با مشارکت جدی جوانان معلوم میشه که اون مقاومت حرفی برای آینده داره، راه حل‌هایی برای آینده داره. فقط حرفهاش تحلیل و تفسیر آنچه که گذشته نیست، بلکه برعکس برنامه‌هایی، خواسته‌هایی داره که جوانان که نسل آینده هستند اون رو میفهمند و قبول دارند. بنابراین جوانان ما در کشورهای مختلف با نفس حضورشون در صفوف مقاومت به هر مناسبت، چه مناسبت سالانه‌ای که داشتیم، چه مناسبت‌های دیگه که در هر کشوری هست، یک وجه از توان و قدرت و آینده‌داری مقاومت رو به نمایش می‌گذارند. ولی مهمتر از این، اونها نشون میدند با حضور خودشون، چون کاملا طبیعیه که همسن و سالهای خودشون، نسل خودشون در داخل کشور، دختران و پسران جوان، دانشجو، دانش آموز، کارمند، پرستار، معلم، اونها رو نمایندگی میکنند، حضور اونها از یک سو یک پیام رو به خارج داره که نشانه قدرت این مقاومت هست، علاوه بر اون یک پیام دیگه رو به خارج داره که میفهمند جوانان ایرانی زندند و فقط آخوندها با سرکوب نمیذارن صدای اونها منعکس بشه و شما جوانان، زنان و مردان جوان، خواهران و برادران عزیزم، دختران و پسرانی که شرکت میکنید، صدای اونها رو منعکس میکنید، بازتاب میدید به صدای اونها.
یک لحظه خودتون رو بذارین جای اونها در داخل کشور. بگذارید جای همسن و سالهاتون در ایران، در تهران، در تبریز، در رشت، در خوزستان، در کردستان، در لرستان، در مناطق مختلف مرکزی، در اصفهان، در شیراز. خودتون رو بذارین جای اونها. کسانی که برای یک فریاد آزاد باید پی زندان رفتن، کتک خوردن، آشولاش شدن در خیابون رو از طرف گزمه ها و پاسدارهای رژیم به تن بمالند، بپذیرند. خب در این حال مشکلات دارند، خانواده های متلاشی، پدر و مادر در زندان، دور بریاشون غرق در اعتیاد، فقر، بیکاری، ترس از رژیم. این مشکلات عدیده احاطهشون کرده، ولی قدرت فریاد زدن ندارند، یعنی قدرتشون رو رژیم منکوب میکنه. یادتون رفته وقتی 2009 راه افتادن این جوانها توی کهریزک رژیم باشون چه کار کرد؟ چه بلایی سرشون تو زندانهاش آورد؟ یعنی چه بلایی که نیاورد؟ ندا آقا سلطان یادتونه؟ تمام جنایت هایی که رژیم اون موقع کرد و هنوز ادامه میده، و این که برای یک حرف حق باید رفت گوشه زندان. خب ما همه کسانی که در خارج کشور هستیم و من جمله شما جوانان، خوشبختانه شرایطی دارید که چنین قیمت‌های گزافی برای بازتاب دادن صدای همسن و سال‌های خودتون، نسل خودتون در داخل رو نباید بدید. قیمت‌های گزاف رو، قیمتش کمی پوله، قیمتش کمی وقته، قیمتش کمی مایه گذاشتن از درس، قیمتش ممکنه در یک سفر چند روزی فاصله گرفتن از خانه و خانواده است. اگر بیاندیشید به اونها، اگر با خودتون فکر بکنید که انسان خودش تنها نیست، آدم نمیتونه فقط برای خودش زندگی بکنه، به قول شاعر معروف میهنمون سعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. نمیدونم این شعر چطوری ترجمه شد، ولی ساده و راحتش این هستش که پیکر انسانیت یک پیکر واحده. اونها به خصوص اون جوانها اندامواره هایی از این پیکرند که الان در داخل کشور رنج میکشند از همه چیز. برای ساده ترین چیزی که شما اینجا دارین قیمت های سنگین باید بدن. بنابراین ما باید صدای اونها باشیم. شما جوان ها به خصوص باید صدای اونها باشید. فریادی که شما میکشید، شما دختران و پسرانی که در خارج کشور هستید، شما جوانان، فریادی که شما میکشید بسیار بسیار در جهان بازتابش به عنوان فریاد جوانان ایرانی قابل فهمتر خواهد بود. بنابراین من در یک کلام مشارکت هرچه بیشتر شما رو در بازتاب دادن مشکلات اون جوانها و همینطور راه حلش که سرنگونی این رژیم و جایگزینی یک حاکمیت دموکراتیک هست رو میخوام. فکر بکنم که هممون با این امر موافق باشیم. در همین رابطه چند سوال دریافت کردیم که
اتفاقا این جوانان سوال کردن که ما چه اقدامی میتونیم بکنیم برای محاصره، برای خاتمه دادن به محاصره پزشکی و قضایی که علیه ساکنان کمپ لیبرتی هست، و همینطور چه اقدامی میتونیم بکنیم که حفاظت اونها تأمین بشه. مشارکت در هر کار جمعی، تحسن، تظاهرات در ژنو، در این ور، در اون ور، فردا در نیویورک، حضور داشتن در صحنه و نشون دادن این که اونها، یعنی نه جوانها در داخل و به خصوص قهرمانان لیبرتی تنها نیستند و نمیشه محاصره اونها رو ادامه داد. ببینید، در سیاست همونطور که یه جا گفتم قدرت حرف میزنه. آمریکا که الان هنوز در عراق نفوذ داره و بسیاری از کشورهای اروپایی هم به دلیل احتیاجاتی که عراق داره تأثیر دارن روی اونجا، اینها باید بدونند که اگر رژیم و مزدورانش کاری بکنند بر علیه حفاظت لیبرتی، ما ایرانیان، ما جوانها به سادگی از روش رد نمیشیم و صدای اعتراضمونو بلند میکنیم و گوش فلک رو به اصطلاح کر میکنیم از صدای خودمون با روش های قانونی مسالمت آمیز و قضایی و از هر طریق ممکن که در دسترسمون باشه. بنابراین حضور ما وزنه سیاسیه، چطور البته سنگین ترین این کار رو در ویلپند در 23 خرداد 13 ژوئن انجام دادیم، ولی این تموم نشده. اخبار لیبرتی رو از طریق اطلاعی های شورای ملی مقاومت و همه اخباری که منتشر میشه دنبال کنید. هر جا میبینین به اونها زور میگند، سراغ نماینده های مجلس و نماینده های محلی شهرتون و کشورتون برید، برای اونها نامه بنویسید، روی شبکه های اجتماعی فعال باشید، دردهای اونها رو بازتاب بدید. ساعتها و ساعتها اونها اونجا رنج میکشند. شما هم با کار فعال روی توییت، روی سیستم توییت، روی سیستم های اینترنتی، روی وبلاگ ها، روی فیسبوک ها، این وسیله ارتباطی بسیار مؤثر که البته باید من تبریک بگم به همه شما به خاطر استفاده بسیار شایسته‌ای که کردید در هفته‌های اخیر، من جمله در دوره ویلپند، از این وسایل به وفور و گسترده استفاده بکنید برای اینکه بازتاب بدید به آنچه که در اونجا می‌گذره. اگر رژیم مزدوران خودشو می‌فرسته و می‌خواد فشار بیاره تحت عنوان خانواده، شما که خودتون خواهران و برادرانتون رو در لیبرتی میشناسین و خیلیاتون اونجا اقوام دارید و میدونین که اونها با خون و جونشون ایستادند که از شرف مردم ایران دفاع کنند، این دروغ‌ها رو افشا کنید و به گوش همه برسونید که این به اصطلاح خود رو خانواده نامیده هایی که اکثریتشون اعضای رسمی وزارت اطلاعات رژیم و نجات هستند، به اصطلاح نجات، اینها قاتلین مردم ایران هستند و آمدن مثل آنچه که در اشرف کردند زمینه رو برای سرکوب و کشتار آماده بکنند. از همه عوامل رسانه‌ای، از همه وسایل ارتباط جمعی، از همه امکاناتی که تو این زمینه تو شهرتون تو رابطه با قانونگذاران وجود داره برای فعال کردن اهرم‌ها سود ببرین و بدونین مؤثره. و اگر یک لحظه تصور کنید تمام کارهایی رو که ما و شما هممون در خارج کشور کردیم برای حفاظت اشرف و لیبرتی کنار میذاشتیم، بدون شک قیمتی که باید تا رسیدن به این نقطه میپرداختیم بسیار گزافتر بود. شما به خوبی اشاره کردیم به فعالیت‌هایی که جوانان میتونن انجام بدن، ولی یک سوال در اینجا هستش که آیا بهتر نیست که به
انرژی گذاشتن روی گرد همایی عظیم که خب میدونیم که انرژی زیادی صرف اون شده، متمرکز بشه این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و همین فعالیت‌هایی که شما به اون اشاره کردید. آیا این دوتا با همدیگه متناقض نیست؟ نه خیر، ما اونقدر قدرتمند و اونقدر بگم ثروتمند نیستیم که بتونیم از یک سلاح صرف نظر بکنیم. ما که دولت نیستیم، ما یه آلترناتیویم، ما یک نیروی مقاومتیم. هم باید در ویلپند ماکسیموم جمع شد، هم باید همین کارها رو کرد. میتوان و باید. به همین دلیل شعار خواهر مریم به درستی در این گرد همایی میتوان و باید بود. میتوان و باید، اگر انسان بخواد قادره و میتونه. ما هرگز نمیتونستیم در ماه جوان وقتی که نشستن در پشت میز مذاکره ها راجع به سرنوشت ایران گفتگو میکنن، چه در زمین خصوص در زمین اتمی، هرگز نمیتونستیم با وزنه کمتر از اون که وارد شدیم، ای کاش میتونستیم سنگین تر از اون هم بیاریم، وارد میدان بشیم، چه به لحاظ جمعیت، چه به لحاظ شخصیت های شرکت کننده. باید این کار رو میکردیم. تا همونطوری که گفتم به طور کیفی اون راه حل سوم رو دقیقاً در نزدیکی های مذاکرات اتمی روی میز جهانی بذاریم. به این ترتیب مردم و مقاومت ایران پشت میز مذاکرات حضور داشته باشن. فرق میکنه، پشت میز مذاکره بسیار حرفا رک و رو خواهد بود. اون کسی که این ور نشسته و مخالف ادامه بمبسازی رژیمه، رک به طرف خواهد گفت که آقا شما نباشین آلترناتیوتون هست، بفرمایید اونجا تو ویلپند. کما اینکه رژیم سعی میکنه که مقاومت رو همیشه کوچک و کوچکتر نشون بده. نه، ما نمیتونستیم از اون فروگذار کنیم، از این هم نمیتونیم فروگذار کنیم. همه رو با هم بکنیم. کشور ما اشغال شده است. هیچ وقت نمیشه یه جبهه رو ول کرد. هیچ جبهه‌ای رو نمیشه ول کرد. نه جبهه اتمی، نه جبهه حقوق بشر و نه هیچ جبهه دیگه‌ای رو. اگر همه با هم وارد میدون بشیم، همه این کارها رو میتونیم و باید بکنیم این کارها رو تا کشورمون رو آزاد بکنیم. با تشکر از شما آقای مهدی ابریشمچی برای شرکت در این برنامه پرسش و پاسخ، در اینجا وقت برنامه ما تمام میشه. اگه شما اظهارات پایانی دارین میتونین خطاب به بینندگان عزیزمون بفرمایید. من بسیار خوشحال شدم و من تشکر میکنم از شما که چنین فرصتی رو فراهم کردین و هر موقع که هموطنانمون بخوان از این طریق یا هر طریق دیگه من در خدمتشون هستم، برای اینکه اگر توضیحاتی میتونم بدم به دلیل مسئولیتم و اطلاعم از برخی از امور توضیح بدم تا کارهای سیاسی، مسائل سیاسی روشن‌تر بشه و بتونیم با هم قدم‌های بلندتری در راستای سرنگونی رژیم برداریم. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. موفق باشید.